میکنم چطور دوم حالتون خیلی خوب باشه. الان یه بسته واسم رسید، بعد یه پالت سایه از حالا با هم بازش میکنیم. قضیه اینه که من خیلی وقت بود میخواستم مثلا میکاپ ها رو اینا رو امتحان کنم، بعد هیچ کدوم از پالت های سایم رنگای فانتزی نداشتن. خب رنگای مثلا نود تور و رنگایی که مثلا حالا میدونی رنگ فانتزی توش نبود، مثلا چون زرد و نارنجی و سبز و یه آبی و اینا مثلا نداشت هیچ کدوم. بعد تصمیم گرفتم که یه دونه پالت سایه سفارش بدم که رنگش فانتزی باشه. بعد توی یه دونه پیج دیدم، یهو دیدم که مثلا باحال و رنگاش خوبه، گفتم سفارشش بدم ببینم چطوره. حالا بذارید الان باز کنیم بعد با هم امتحان کنیم ببینیم خوبه یا نه. بریم ببینیم مثلا سالمه. پست جدیدن خطرناک شده، بسته ها رو میفرسته در بوده. اینه چه باز نمیشه. یه لحظه از بغلش دیدم، خب یه حالتی بود، ترسیدم فکر کردم که مثلا چیز شده شکسته یا اشتباه. این بغلش آخه یه حالت میبینی نقره‌ای‌طوره، بعد رنگاش اینجوریه، یعنی مثلا فانتزیه. این بغلش یه حالت نقره‌ای بود، ترسیدم فکر کردم مثلا سایه شاین تور و ایناست، گفتم یا خدا این چیه دیگه، ولی نه اوکیه. آره خوبه، خوبیش اینه که تقریبا سه تا طیف بن، البته این بنفش نیست، سرخابی به حساب میاد، ولی خب میتونه مچ بشه با اون دوتای دیگه، درست دوتا رنگ بنفش. حالا خوبه پالت رنگ بنفش دارم سایه اینا، ولی بازم حریصم. ات میدونین این ای وای این یه بنفش شاین داره، بقیهش بیشتر تو طیف صورتی هن، ولی خب این بنفشش ماته و دو تا بنفش مات داره که خیلی کاربردی میتونه باشه. خب بیاین حالا امتحانی یه دونه میکاپ خواهم بزنم با این. الان داشتم تو پینترست نگاه میکردم که یه ذره ایده بگیرم و اینا، بعد فکر کردم که تا حالا هیچ وقت طیف رنگی مثلا آبی و اینا رو من امتحان نکردم، گفتم که حالا مثلا آبی رو امتحان کنی ببینیم چطوری میشه. تو پینترست سرچ کنین خیلی ایده میاره واسهتون. الان هنوز نمیدونم میخوام چیکار کنم. خیلی خوب، بذارید اول کرم پود رو بزنیم. چند روز پیش یکی واسه من کامنت گذاشته بود، مثلا خیلی سواله یه سری چطوری میتونن اینجوری باشن و اینجوری رفتار کنن. طرف زده بود که آره حس میکنم که تو خیلی آدم بی مصرفی هستی، همش خوابی، تو همش تو خونه ای، هیچ کاری انجام نمیدی، چشات همش خوابالوه. و اینو میخوام مثلا توضیح بدم که آره چشات همش خوابالوه و بسته است. و من اینجوری بودم که اوکی. بعد آره یه جورایی توی یه پیام تا تونسته بود مثلا من تخریب کرده بود که آره تو آدم بی مصرفی هستی، چرا؟ به خاطر اینکه همش تو خونم. نمیدونم چی باعث میشه که فکر کنین که یه نفر وقتی توی خونه از همه مفید بودن و توی بیرون رفتن میبینین یه سری. نمیدونم خیلی عجیبه برام. حالا به این کاری ندارم، به این کار دارم که زده آره همش خوابی، چشات همیشه بسته است و خوابالوه. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم ساعت نزدیک 3 ظهره، من ساعت 9:30 از خواب بیدار شدم، ولی نگاه کنین چشام این وایبو بهتون میده، این حالتیه که الان ممکنه فکر کنید که من تازه از خواب بیدار شدم، ولی اینطور نیستش. من مدل چشام این شکلیه. چرا؟ چون زیر چشام گوده، وقتی میخندم اینجا پف میفته، پشت پلکم هم پف داره، واسه همین این وایبو میده که هر کی مثلا منو ببینه وقتی من آرایش و اینا ندارم، طرف فکر میکنه که من تازه از خواب بیدار شدم و مثلا چه نوادم خواب. اتفاقا من مشکل خواب دارم و شب اصلا نمیتونم راحت بخوابم، یعنی مثلا خواب عمیق و اینا ندارم، خوب نمیتونم بخوابم. خیلی زشته که با چند تا ویدیو مثلا در حد چه میدونم من شاید در هفته 2 تا ویدیو بذارم، خیلی بذارم 2 تا دیگه،
با مثلا در هفته دو تا ویدیو که طرف میذاره و حدودا مثلا شاید 10-11 دقیقه از تایمش، تو بیای یکی رو قضاوت کنی این شکلی، کل زندگیش رو قضاوت کنی، این خیلی عجیبه. و میخواستم بگم شاید من توی خونه بمونم، یعنی هم مثلا دوست ندارم. ببین خیلی بده که یه سریا نمیتونن به هر کی سبک زندگیشو خودش انتخاب میکنه. خب چرا فکر میکنی که مثلا آره بزده بود که آره حداقل یه باشگاه برو، اینقدر بی مصرف بودن خوب نیست و اینا، من تو خونه ورزش میکنم. اتفاقا چرا فکر میکنی که آدم وقتی باشگاه بره ورزشش خیلی مفیدتره؟ باور کنید تو خونه شما ورزش کنین، ورزشتون خیلی مفیدتر قراره باشه تا اینکه بخواید برید باشگاه یه تایمی بذارید پاشید برید باشگاه بیاین خسته کوفته حالا یه تایم اونجا ورزش میکنین. باور کنید تو خونه خیلی ورزش مفیدتر انجام میشه. و از کجا میدونی شاید من توی خونم اون سبک زندگی اینجوری خیلی کارهای مفیدی تو هم خونه انجام بدم؟ تو از کجا میدونی؟ اتفاقا من به نظرم کسایی که اینجوری مثلا صحبت میکنن انعکاس زندگی خودشونه، یعنی طرف زمانی که خودش توی خونه است خب خیلی آدمیه که اتفاقا خودش بی مصرفه، کاری واسه انجام دادن نداره و مثلا چه من سر خودشو گرم کنه هیچ کاری انجام نمیده توی خونه. ذهنیتش درباره کسی که توی خونه هستش و بیرون نمیره این شکلیه که این آدم آدم بی مصرفیه و وقتی تو خونه هست هیچ کار مفیدی انجام نمیده. چه بسا ممکنه من از تو همین خونه سود و فایدم از تو بیشتر باشه. نمیدونم چجوری نتیجه گیری میکنن، یه خیلی عجیبه واسم. ولی گفتم که بیام بهتون بگم که بابا، اگر گفتم شاید خیلیاتون این وایب رو من گرفته باشین سر همین چشام که حس کنید آره من خوابالوام نمیدونم همش خوابم و اینا، واسه میگم که بابا من فرم چشم اینجوریه، من زمانی که آرایش نداشته باشم این شکلیه چشام. و مامانم همیشه میگه، میگه بچه که بودم این کلا میگم فرم چشم اینجوریه پف داره، بعد میگفت بچه که بودی مثلا 5 دقیقه میخوابیدی، وقتی از خواب بیدار میشدی انگار مثلا 10 ساعت خواب بودی، یعنی چشام یه جوری مثلا پف میکرد. و الان میگم الان ساعت 9 صبح از خواب پا شدم هنوز چشام پف داره. میدونی چی میگم؟ مدلشه دیگه. چیکار کنم؟ چشامو عوض کنم وسط؟ یه سری ها یه چیزایی میگن واقعا نمیتونم، هضم کردنش سخته. این کرم پودره رو هر وقت میزنم شبیه روح میشم. اکثرا آخه من یا این بی بی کرمه رو میزنم یا سیسی کرمه، یه ذره ملایم این خیلی الان پوشش دهیش چون بیشتر و ایناست یه ذره عجیب طوره. آره خلاصه که طرف واسه من اینجوری کامنت گذاشته بود و من اینجوری بودم که چیکار کنم، مدل چشامه چرا فکر میکنم. من حتی زهران نمیخوابم، زهرام نمیخواب، نمیدونم طرف چرا مثلا اینجوری فکر میکنه که من حالا همش خوابم. چیکار کنم دیگه؟ قبلا که مدام به ابروام گیر میدادن خب که آره ابروات لنگه به لنگه است و فلان، الان فکر کنم زدن تو فاز فرم چشم. گزینه بعدی چیه؟ به چی میخواین گیر بدین؟ نمیدونم واقعا، آدم ها عجیبن دیگه، آدم خیلی عجیبه. میدونی؟ به نظرم آدم اگه بی مصرف باشه خیلی بهتر از اینه که همچین آدمی باشه که بخواد مثلا با حرفاش و اینا بقیه رو آزار بده. میدونی؟ والا من اگه آدم بی مصرفی باشم نشستم یه گوشه کارم دارم میکنم، این چی میگم؟ به کسی هم آسیب نمیرسونم. خیلی حس عجیبی دارم، هیچ وقت حالا سایه آبی نزده بودم. سایمو زدم، خیلی نسبت به رنگش حس عجیبی دارم، هیچ وقت این رنگ حتی الان هنو ناقصه ها، الان شبیه مونگولا شدم، نخندید به هم، هنو میکاپ تا به مرحله ریمل نرسه به درد نمیخوره، ولی آره میگم خیلی حس عجیبی بهش دارم.
بذارید برم زود خط چشم رو بکشم. الان میام. من خط چشم هم کشیدم، الان دارم از این هایلایتر رو میزنم. میخوام یه ریسکی کنم و ابروامو روشن کنم رنگ نه ها، با این پالته اگه بدونید من اینجا چقدر حس بدی داشتم و همون لحظه دلم خواست دوربین خاموش کنم و دیگه ادامه ندم، چون فکر میکردم خیلی وحشتناک شدم و اصلا این رنگ سایه بهم نمیاد. بد نشد نه؟ میدونید چی شد؟ من داشتم همینجوری انجام دادم، بعد وسطاش گفتم که دارم گم میزنم، یعنی قشنگ یه حس اینجوری داشتم که خیلی داره بد میشه، بعد گفتم که ولش کن بذار تا تهش میرم، بعد درست حساب ویدیو هم نگیرم، گفتم بذار تا تهش برم بعد میرم صورتمو میشورم دوباره میام از اول مثلا چیز میکنم. همینجوری خواهم انجام دادم. خوب شد نمیدونم، بد شد نمیدونم، اعتماد به نفس ندارم، ولی همچی بدم نشد فکر میکنم. کم عجیب شدم چون میکاپ های انقدر زیاد عادت ندارم، خیلی واسم غریبه وقتی خودم تو آینه میکنم. کاش ویدیو میگرفتم، واقعا فکر کردم دارم خرابکاری میکنم، گفتم ولش کن انجام میدم بعد میرم میشورم دوباره میام از اول ویدیو رو میگیرم. بعد دیگه رفته رفته به آخرش که رسید دیدم همچی بد نشد. نتیجه اخلاقی تو میکاپ اعتماد به نفس داشته باشین و نتیجهش آخرش مشخص میشه نه اولش. خیلی حس عجیبی دارم، اینه گیریم شده دیگه، این میکاپ نیست، گیریم لامصب. حالا بگین چطور شده، خوبه یا نه؟ حالا اگه خوشتون اومد باز ویدیو اینجوری میگیرم، این سری دیگه این آدم میشینم میکاپ رو انجام میدم جلو دوربین، سعی میکنم وسطاش یهو اعتماد به نفسم از اینجا نیاد اینجا که دوربین رو قطع کنم، ولی آره دیگه اینم از میکاپمون با این پالت سای جدیده. اینقدر حس بدی داشتم میکاپ میکردم که فکر کردم دیگه خیلی بد قراره افتضاح بشه و اینا، بعد اینجوری بودم که دیگه هینش ویدیو نگرفتم از حرسم، بعد گفتم که حالا ولش کن دیگه، مالیدم مثلا به صورتم اینا رو، بذار تا تهش برم ببینم مثلا چجوری میشه امتحان کنم و اینا، حالا اونقدر بد نشد، قابل تحمله میدونین، اونقدر عالی هم نشد ولی اونقدر وحشتناک هم نمیدونم نشد، بیشتر شبیه گیریمه تا میکاپ. سور انگار زیاد به میکاپ هر سری که مثلا حالا قبلا هم گیریم و اینا میزدم خیلی حس عجیبی دارم، انگار صورتم مثلا عادت نداره خیلی مثلا این شکلی بخوام خودم رو ببینم و آدم خیلی حس عجیبی داره نسبت به اون، میگه این سوا نیستش، این کیه، یه جوریه ازن. خب من دیگه برم سر صورتمو بشورم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه اینجوری ویدیو میکاپ دوست دارین تو کامنت ها واسم بنویسین دیگه همین. مرسی، خدافظ.